سلام دوستان و عزیزان، در خدمتتون هستم برای فال جدید. دوستان، برای فال روزانمون ببینیم در جمعه 17 تیر چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه و چه خبر است در ابعاد مختلف زندگیتون. دوستان، مثل همیشه ازتون اجازه میخوام که خوش آمد میگم به دوستان و عزیزانی که تازه عضو به کانال شدن. خیلی خیلی خوش آمدین و صفا آوردین. و همچنین از شما دوست یاری که هستین در کنارم و با کامنتاتون و با لایکاتون از این کانال که کانال خودتون هست سپاسگزاری میکنم و قدرشناسی من رو بپذیرین. دوستان، خیلی خوشحال هستم که این زندگی این فرصت دوباره رو در اختیار من گذاشت که در خدمتتون باشم. ببینیم با هم چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه و اولین انرژی چی هست برای جمعه شما. دوستان، نزدی بود کارت آقای درویش برگرده. آقای درویش رو گذاشتیم سر جاش. خب، کارتی که برای شما افتاد دوستان، کارت این هستش که یک تغییر تحول بسیار بزرگی در زندگیتون به وجود اومده. دوستان، تغییر تحولی که براتون مشکل بوده عزیزان، خب، و دارم میبینم که دارین نیرو میگیرین، دارین انرژی میگیرین، وارد دوره جدیدی از زندگی شدم، چیزی از زندگیم تمام شده، قسمتی از زندگیم درش رو بستم و وارد دوره جدیدی از زندگیم شدم، دارم قدرت میگیرم. و ببینین، توجه کنین، احساس میکنم که اون عواملی که باید در دست دارم که بتونم موفق بشم. من کارتا رو اینجا میذارم و بعد میریم کارتای سبز رو میبینیم چه خبر است. اپ 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 اپ. وقتی که میخوان حرف بزنن کارتا حسابی دلشون پره. ببین چه چیزی تو دلشون هست. خب دوستان، کارت بعدی دوستان حرف از هشت هوا براتون میزنه. توجه کنید، یه سری از شما دوستان دلتون میخواد خودتون رو رها کنید، برای که احساس میکنین شرایطی که در اون هستی مثل یک تله میمونه که توی اون افتادم، نه راه پس دارم و نه راه پیش دارم. ببینین، یک سریاتون دوست دارین که تبدیل به این شخص محترم قطب مذکر محترم بشین که با مغزتون بیشتر کار کنین تا با احساساتتون، و دارم میبینم که دارین خودتون رو رها میکنین. از جانب دیگه، یک سری از شما دوستان در مقابل قانون، در مقابل مرد قانون، یا در مقابل دوستان شخصی که قطب مذکر بسیار بزرگی هست، عزیزان دل، دارم میبینم مشکل دارم. مشکل من این هست که نمیدونم چه کار کنم. اون شخص در مقابل شما ایستی داره و با شما سر جنگ داره، و اینکه یکی از خشونت‌هاش این هستش که بستن مکالمه روی شما، یا اینکه دورنگ و دروی در آوردن. پس ببینید، دارین خودتون رها میکنین. یک سری ها پس در مقابل مسائل قانونی هست که مشکلاتی داشتن و تغییر و تحولی در زندگیتون به وجود اومده و دارین خودتون رو رها میکنین. به هر حال، خب عزیزان، ببینیم در کارت های دیگه چه خبر هست. ببخشید من صدای من یه مقدار گرفته به خاطر که صبح خیلی 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 زود هست و وگرنه دیگه نمیتونستم فال براتون بذارم. کارت بعدی دوستان، کارت بسیار زیبای شانس براتون افتاده. شانس در راه هست. ببینید، همین که تصمیم بگیرم و برای خودم یک جایی، حتی روی مغزم هم که ننویسم، روی گوشه من یک ورقه من بنویسم دوستان، همه چیز اصلا انگار ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، همه دست به دست هم میدن دوستان که ما به یک خود رهایی برسیم، که دیدمون از مسائل جلو بره. باید کلمامو یادم بیاد. ببین، توجه کنید، اینجا زمانی میگذرد، از خودتون دارین میپرسید در مورد مسئله، خودتون دارین رها میکنین، شانس بسیار بزرگی داره سراغتون میاد. این شانسی هست که خودتون به خودتون دوستان دارین هدیه میدین در واقع. خب، از چه کارتی استفاده کنم؟ کارت های بعدی از این دسته کارت استفاده میکنم. امیدوارم که حال دل همتون خوبه، خوبه، خوب باشین دوستان. آبا این کارت ها مثل که خیلی دوست داشتن حرف بزنم. واو، کارت بسیار زیبای شفا یافتن افتاده. برای یک سری ها عزیزان دل، توجه کنین،
ممکن هست من این چند تا کارت اینجوری براتون بخونم که حرف از شخصی میزنه که بیمار هست، لحظات سختی داره پشت سر میگذاره و اینکه نمیتونه آنچنان تکان بخوره و شانسی داره داره سراغش میاد و داره شفا پیدا میکنه و بسیار خوشحال هستم و باز هم کارت تغییر و تحول اینجا افتاده. پس توجه کنید دوستان، هم تغییر و تحول در زندگی خودتون هست، برای اونایی که مشکلاتی توی زندگیشون هست دارم میبینم که مشکلات داره جلو میره، شانس شفا یافتن شرایط شما اینجا افتاده. این در حالی هستش که برای اونایی که دوستان بیمار هستن براشون شفا یافتن افتاده. بسیار خوب دوستان، بریم ببینیم که دوره سختی روی سریعتون پشت سر گذاشته. شفای قلبی هم هست دوستان. حالا ببینیم کجای این ماجرا هستیم. ببینین یه سریاتون، ببینین انگار که احساس میکنین که هیچ چیزی خوشحالتون نمیکرده و حرکت مثبت به سمت جلو، به سمت خورشید که این پشت هست، دارین حرکت میکنین. بسیار زیبا دوستان عزیزان، من الان دارم بهتون میگم، دیشب هم بود بهتون گفتم خط انرژی رو میتونیم به عنوان تکنیت برای خودتون نگاه کنیم. خب حرفایی که من میذارم، کلیدهایی رو که من بهتون میدم ازش استفاده کنین دوستان. شاید هر کسی شرایطش اینجور نباشه، ولی یک چیزایی دارم بهتون میگم که با شما عزیز دلی که داره نگاه میکنین حرف میزنه. خب بریم ببینیم در سر شما چه میگذارد. از همه مهمتر سر شما هست. در سر شما دوستان پشت کار دارین برای چی؟ برای یک هماهنگی. دو مرتبه تعادل توی زندگیتون به وجود بیاد. پشت کار دارم، زحمت میکشم، مسائل کند حرکت میکنن، خودم هم میورم، این بالا هم دیدیم، دلم میخواد یه لگدی بزنم توی همه چیز درست بشه، خب ولی مسائل جلو میرم. خب بریم ببینیم در مسائل احساسی شما چه خبر است دوستان. در مورد مسائل احساسیتون دوستان نمیدونین چه کار کنین، چشمتون بسته است دوستان. خب ببینین پشت کارت ها رستاخیز افتاده. رستاخیز 20 هست، 2 تا 10 دوستان. توجه کنین حرف از تصمیم گیری میزنه. تصمیم میگیرم، یا تصمیم میگیرم این نقابی که جلوی چشمم هست و نمیتونم مسائل رو درست ببینم بردارم. خب رستاخیز یا رومی روم یا زنگی زن، یا جان دوباره میگیرم یا اینکه نه. خب تصمیمی میگیرم، تلنگری به هم میخوره خب که چشمام رو بر روی مسائل احساسیم باز کنم. ببینید اینجا من درست نمیبینم برای که تصمیم بگیرم. خب مسائل برای من واضح نیستن، روشن نیستن، چندگانگی کامل دارم. در مورد مسائل کاریتون ببینیم چه خبر هست. خب نسکه نمیخوام بیافتن با من لج کردن کارتا، مخصوصا این دسته کارت. خب من از اینا زرنگ ترم. و در مورد مسائل کاری دوستان ببینید، در مورد مسائل کاریتون عزیزان دل ببینید، براتون دارم میبینم که با سیاست مداری کامل صحبت رفتار میکنم. در مورد مسائل کاری هست، اداری هست، قضایی هست دوستان. برای عزیزانی که فال دیروز رو ندیدن توجه کنید، در فال دیروز تکنیت قضایی و دادگاهی گذاشته بودم. ببینین کاملا با یک درایت خوب زیبا عمل میکنه. میدونین که اگر در مسئله احساستون رو بذارین توی اون مسئله شاید جلو نمیرین و بسیار خوب هستش. دارم میبینم که در مورد مسائل کاری ببین مسئله تکان داره میخوره، چیزی داره عوض میشه توی زندگی کاریتون. در مورد مسائل مالیتون چه خبر هست دوستان؟ در مورد مسائل مالیتون عزیزان ده توجه کنین، حرف از خوشبختی میزنه. در کنار خانوادتون ممکن هست مسائل مالیتون به خانوادتون مربوط باشه، وگرنه دوستان براتون خوب میبینم، خیلی عالی و خوب، آنچه که
دوست دارین داره سراغتون میاد. ولی باز هم کارت تغییر تحول دارم میبینم. از یک دوره سختی گذشتین 3 بار تا حالا من کارت تغییر تحول براتون دیدم دوستان. یعنی یک سری از شما دوستان یک سری از مسائل سخت و پشت سر گذاشتین و هنوز اثرش هست در درون شما یا دارین میگذارین دوستان. ببینیم در مورد مسائل چالش شما چی هست. چالش شما دوستان این هستش که این قلب دردتون رو درمان کنین. اینقدر احساس نکنیم قربانی هستین. خودتون رو رها کنین دوستان در مورد مسائل. خب ببینیم تعصب به خرج ندین. هر چیزی که نشه خیریتی در اون هست، حکمتی در اون هست و چیزی که کمکتون میکنه حس مبارزه شما دوستان. می جنگم برای زندگیم، برای آنچه که دارم و دارم میبینم اینجا مقداری هم شاید کمالگرایی شما کمکتون میکنه. نمیخوام اشتباه کنم در مورد مسائل چه چیزی به چه سمتی میرین عزیزان. به سمت ببینین آس شمشیر میرین که حرف از روشنایی. آس شمشیر 2 لبه داره دوستان. یک لبش روشن میکنه، لبه دیگرش میبره و درست میبره و دقیق میبره. پس ایده های جدید دارین، مسائل دارن براتون روشن میشن و اگر تصمیمی میخواییم بگیریم با کمال درایت انجام بدیم. دیدیم که در مورد مسائل احساسیتون دوستان دید درستی بر مسائل احساسیتون نداشتید. خب عزیزان این ببینیم که یه توضیح کوچولی در مورد فالتون میدم و بعد میریم سراغ کارت های احساسی و بعد میریم سراغ کارت های کائنات، فرشتگان و عزیزان از دست رفته. دوستان عزیزان دارم میبینم که در فال شما که از یک تغییر تحولی دارین در میان، یعنی تغییر تحول سختی توی زندگی شما به وجود اومده، چیزی تمام شده دوستان که شما احساس کردین که در تله افتادین، دارین خودتون رو رها میکنین. شانس بزرگی داده در خونتون میاد عزیزان و شفا دارین پیدا میکنین. این در حالی هست که دارم میبینم که در گذشته نه چندان دور منتظر اون بودین که دست غیب بیاد کمکتون کنه و آخر سر فهمیدین که کس نخارد پشت من جز ناخن سر انگشت من. این خودم هستم که اولین شخصی هست که به خودم کمک میکنه. پس خودم تکانی دارم میخورم، خودم تصمیماتی دارم میگیرم و اینکه دارم میبینم که کائنات هم در کنارم هستن. در سر شما دوستان این هستش که محتاطانه میخواین عمل کنین، پشت کار داشته باشین در مورد مسئله. در مورد مسائل احساسی دارم میبینم که دید درستی ندارین، چندگانگی دارین دوستان. تصمیمی گرفته شده یا میگین که تصمیم تلخی هست براتون. دارم میبینم در مورد مسائل کاری با درایت کامل و با سیاست مداری کامل دارین عمل میکنین. در مورد مسائل مالی شما دوستان برای شما خوشبختی دارم میبینم. بسیار زیبا. چیزی که چالش شما هست دوستان که قلب دردتون رو درمان کنین و چیزی که کمکتون میکنه این هستش که یک حس جنگجویانه که در شما هست. جنگجویانه نه که به صورت منفی دوستان بریم با همه به جنگ چکشتون دستتون باشه، نه. جنگجویانه یعنی اینکه من برای شرافت خودم پا میشم، من برای شرافت خودم تصمیم میگیرم کاری کنم، تصمیم میگیرم خودم رو رها کنم. و چیزی که به چه سمت میریم؟ به سمت یک روشنایی شروعی دوباره که در ذهنتون هست ولی آهنین و نازنین. خب دوستان ببینیم که چه خبر هست در کارت های احساسی. ببینیم فرشتگان عشق چه پیام براتون دارن. خب فرشتگان عشق حرف از عشق واقعی میزنن. خب و دوستان پشت کارت ها رو نشونتون نداده بودم، برای نشونتون بدم چی بود، کجا رفت. آها، شما دوست داشتنی هستین. عشق واقعی دوستان، اولین عشق واقعی عشق به خودتون هست. شما دوست داشتنی هستین. و کارت بعدی حرف از جفت روحی میزنه که من همیشه توضیح میدم جفت روحی روابط بسیار ساده ای هستن. اکثر دوستامون جفت روحیمون هستن. شاید برای یک سری ها عشق واقعی واقعا این هستش که آدم با یه جفت روحیش بره، نه با در وارد روابط ساده بشه، روابطی که در اون دوستی بیشتر هست تا دشمنی دوستان. و اینکه نه اینکه یه نفر دونده باشه و یه نفر شکارچی. خب دوستان این از این. و اما از هرچه بگذاریم ببینیم سخن قطب مؤنث خوشتر است.
دوستان عزیزانی که مسائل احساسی مد نظرتون نیست، توجه کنید دوستان، برای کارت‌های قطب مؤنث و قطب مذکر میتونید قطب مؤنث و قطب مذکری درون خودتون رو بررسی کنید. خب ببین چه خبر هست در قطب مؤنث. صبور، من تا اون جایی که باید منتظر هستم و برای من در واقع زمان وجود نداره. خیلی خوب. خوشبخت، من خوشبخت هستم و شکوفا، و من خوشبخت هستم با تو یا بدون تو. خب ببین کارت دیگه چه خبر هست. من توسط ترس‌های خودم دست انداخته شدم، من میترسم، در واقع این هستش، مضحکه دست ترس هام شدم و اینکه به دروغ های تو باور میکنم، باور دارم. هیچ کس مجبور نیست دروغ کسی رو باور کنه. خب و دارم میبینم بسیار فعال، و اینکه میگه که من فعال هستم و اینکه فعال باقی خواهم ماند بر روی پروژه هام. ببین دوستان، قطب مؤنث سه تا کارت خوب داره، یک کارت ترس داره. ببینین هر کاری که کنه داره روی خودش کار میکنیم. خب یک سری از مسائل هستش که ببینین از کنترلش داره در میره، پس چون داره از کنترلش در میره، خودش به خودش چی میکنه؟ خودش به خودش دروغ میگه که حالش بهتر باشه. همیشه میخواد بعد کره زمین کنترل داشته باشه. به هر حال قطب مؤنث بودن هم این مزایایی داره، همش که مکافات نیست دوستان. مکافات قطبای مؤنث اصلاح نشده و قطبای، من نمیگم حتی قطب مؤنث اصلاح نشده. الان به نظر من ما سه تا قطب داریم، قطب مؤنث، قطب مذکر و قطب بیمار. واقعا خب بریم ببینیم قطب مذکر چه خبر هست دوستان. قطب مذکر و نه جنس مذکر، پس میشه مسائل مادی، وجهه اجتماعی، هر چیزی که واقعا ارزش‌های والای دنیایی و انسانی نیست دوستان. میگه که من میخوام به سمت تو بیام و میخوام به مرحله بعدی برم. خب عجب، تا حالا از بلاهتاش داره در میاد بنده خدا. من نمیدونم کی هستم و چی هستم و من نمیدونم برای چی، ولی از تو فرار میکنم. بنده خدا از همه، از سایه خودش هم فرار میکنه. همین که اسم از صداقت بیاد بنده خدا دیگه غایب هست. خب بریم ببینیم که من تو رو نگاه میکنم و چیزی نمیگم و یه چیزی ازت قایم کردم و اون عشقم هستش، جون هر که دوست داره. خب بریم ببینیم کارت بعدیش چی هستش. کارت بعدیش میگه که من رابطم رو با هم دیگه فهمیدم و اینکه من میدونم که سرنوشت من با تو خواهد. خب دوستان، من میدونم که یه سری ها ناراحت میشن وقتی که میگن که من بهش میگم جون من، جون خودش همچنان حرفی میزنه. توجه کنید قطب مذکر امشب من نمیتونم خیلی بهش حرف بزنم بنده خدا. امشب سه تا کارت خوب داره مثل قطب مؤنث، ولی یه کارت بدی داره. خب یکی که میخواد خودش رو چیکار کنه؟ آف بزنه. یعنی در واقع قطب مذکر متوجه هست که وقتی قلبش شکافی کنه، قلبش رو احساس در درونش فسیل شده. پس بنابراین وقتی که احساسش که نقطه حساسش هست دست بزنیم دوستان، دارم میبینم که قطب مذکر چی هستش، میخواد خودش رو چیکار کنه؟ یه مقدار از احساساتش قطع کنه. خب دوستان اینم بود از این. بریم ببینیم که در ذهن عزیزان که در جدایی هستن، در ذهن روح شخص احساسیتون چه خبر هستش. افرادی که من بهشون میگم درگذشتگان احساسی، من سعی میکنم بیشتر از خودم محافظت کنم و قلبم رو باز نمی کنم و نمیدونم از این حرفا دیگه. یک دیدار بین من و تو به وجود خواهد آمد به این زودی. خب یک مقدار جایی برای سورپرایز بذار. اوکی، منتظر چی هستی؟ موقعیت درست شده. اینم که بنده خدا امشب حالش خوب بود، قرصش شسته خورده بود.
خب اما بریم ببینیم چه خبر هست در کارتای کائنات. کائنات چه پیام بهمون میده؟ بهشون به تو میگه نگاه کنین این کارتو، درایت روز. آیا تو تا حالا بر روی ساقه یک گیاه دست کشیدی؟ نه. ببین، یک درخت زیبا و پربار احتیاج به زمان داره و احتیاج به صبوری. پس باید اول یک دانه رو کاشت و از اون محافظت کرد و به اون نور داد و آبیاری کرد با عشق. پس تو هم صبور باش و به من اعتماد داشته باش. بدون که آنچه را که تو نیاز داری و دوست داری از جرفای وجودت در حال به وجود آمدن هست، پس ادامه بده و امید داشته باش. بسیار زیبا دوستان، تا امید هست زندگی هست و تا زندگی هست دوستان امید هست. خب با ما بریم ببینیم فرشتگان چه پیامی برامون دارن. آرکانج رافائل، حس کن نور زمرد من که دوروبر تو رو گرفتن و تو رو دربر گرفتم. من فرشته رافائل به تو شفا رو و آرامش رو هدیه میدم. طوفان ها به این زودی خاموش خواهند شد و همه جا خورشید خواهد گرفت و خورشید خواهد درخشید برای همیشه. پس ایمان داشته باش. بسیار خوب. و بریم ببینیم عزیزان از دست رفته در چه حالی هستن. من از تو مراقبت میکنم. با اینکه من از دنیای تو به صورت فیزیکی و جسمی غایب هستم، میخواستم بهت بگم که خیلی وقتها در کنار تو هستم و از تو محافظت میکنم و از روح تو محافظت میکنم. یه وقتایی ممکن هست که حضور منو در کنار خودت حس کنی. بالای شانه هات یا پشتت، من اینجا هستم. روح همه عزیزان از دست رفته در شادی و آرامش باشه. دوستان عزیزان، سپاسگزاری منو برای وقت گرانبهاتون رو که در اختیار من قرار دادین بپذیرین. متشکرم از وفاداریتون. روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار دوستان.